در پی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه، کاخ سفید یک بیانیه اعلام کرد دو رئیس جمهور بر اهمیت روند مذاکرات سازمان ملل در ژنو به عنوان تنها چارچوب مشروع برای دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه توافق کردند. آنها همچنین بر لزوم مقابله و پس زدن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در سوریه تأکید کردند. این بیانیه می‌افزاید رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در این تماس همچنین تأکید کردند که همه کشورها باید حداکثر فشار را بر رژیم کره شمالی اعمال و حفظ کنند تا این حکومت غیر اتمی بشود. در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید گفت این دیدار فرصتی بود تا آمریکا از ملک عبدالله به خاطر تلاش‌های اردن در شکست داعش و همچنین مقابله با دخالت‌های رژیم ایران در کشورهای منطقه تقدیر کند.